بر شما همراهان گرامی به برنامه زنان امید خوش اومدین. نوشین هستم به همراه دوست عزیزم فرشته جان که امروز هم با شما و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بله دوستان، خدا رو شکر باز هم تونستیم در خدمت شما باشیم. فرشته هستم همونطور که نوشین عزیز گفت و آمین که برنامه امروز بتونه بهتون برکت بده، همونطور که هر هفته ما از برنامه همون برکات زیادی گرفتیم. آمین. دوستان امروز در بخش درس زندگی با ادامه مبحث اعتیاد به الکل در خدمت شما هستیم و در بخش روحانی از اینکه چطور میتونیم به کمک خدا اعتیاد رو ترک کنیم صحبت میکنیم. بله عزیزان، پس با برنامه امروز زنان امید همراه باشید. دوستان تا به حال اونقدر مست بودین که یادتون نیا شب قبل چی کار کردین؟ آیا تا به حال گفتید که دیگه هرگز الکل نمی نوشم و بارها و بارها به دنبال مصرف الکل بودید؟ آیا شما هم کسی رو می شناسین که شغل و خانواده و سلامتی و همه چیز خودشو فدای الکل کرده باشه؟ یا کسی که به خاطر مصرف الکل مشکلات زیادی برای خودش و خانواده‌اش ایجاد کرده باشه؟ و شاید روابط و ازدواج‌هایی رو دیده باشین که به خاطر مصرف الکل از بین رفته باشن. و چقدر عجیبه که چرا این افراد این چیزها رو می‌بینن و چرا به نوشیدن ادامه میدن؟ می‌دونین چرا؟ چون اونا معتاد هستن. اونا معتاد به الکل شده. میدونی چیه نوشین؟ من از دینا خواستم که داستانش رو برامون بنویسه. گفته بودم که قبلا این به الکل اعتیاد داشت. بله عزیزان، فکر کردیم که داستان دینا میتونه به ما کمک کنه برای درک بهتر مفهوم اعتیاد و این چیزیه که اون برای ما نوشته. نوشین میتونی داستانش رو برامون بخونی؟ بله حتما. اون میگه من اعتیاد رو خوب میشناختم. من چندین سال معتاد به الکل بودم و به نوعی بنده اون بودم. توی دوران کودکیم توسط صمیمی‌ترین دوست پدرم مورد آزار جنسی قرار گرفتم. بعد از اون به مدت 20 سال معتاد به کوکائین، ماریجوانا، الکل، سکس، کار و هر چیز دیگه‌ای که بهم کمک می‌کرد معتاد شدم. و در واقع هر چیزی که میتونست منو از درد دور بکنه. بله اون نوشته که اون اعتیادها درد بیشتری به همراه داشت. چندین سقط جنین و رابطه بد رو تجربه کرده. اون نوشته که 34 سالم بود که خانواده‌ام و شغل خوبی که داشتم همه چیز رو از دست دادم و همه چیز به هم ریخت. در ادامه نوشته که من نمیتونستم به کسی اعتماد کنم و رازی داشتم که مدام سعی میکردم اونو پنهون کنم. اما نزدیکانم می دونستن که من مشکلی دارم. بعضی از دوستان به هم پیشنهاد دادن از یه مشاور یا روانشناس کمک بگیرم. اما من این چیزها رو باور نداشتم. مطمئن بودم که نیازی به کمک کسی ندارم. می دونین چیه؟ اما من در چرخه معیوب اعتیاد گیر کرده بودم. اون ادامه میده من وقتی جوان تر بودم کسی در مورد این چرخه برای من توضیح نداد. کسی به من یاد نداد چطور با درد کنار بیام. توی خانواده به من یاد دادن اگر دردی داری در موردش حرف نزن. درد خودش از بین میره. شاید این گاهی جواب بده. اما برای درد و آسیب عاطفی عمیق تا زمانی که کاری براش انجام ندی از بین نمیره. درسته دوستان، برای چرخه اعتیاد بایستی 5 مرحله در نظر گرفته بشه. از هر کدوم از انگشتان برای توضیح هر مرحله من براتون استفاده میکنم. این ممکنه به شما کمک کنه اونو راحت تر به یاد بیارید. با انگشت شست شروع میکنم. تصور کنین انگشت شست نشون دهنده درده. من برای خلاصی از درد مواد مخدر و الکل مصرف میکردم. گاهی درد جسمی بود، گاهی عاطفی و روحی، گاهی هم هر دو با هم. کمی شبیه به این که بخوای انگشت شست را زیر بقیه انگشتات پنهون کنی. زمانی که مست بودم یا مواد مصرف میکردم میتونستم وانمود کنم که درد وجود نداره. مثل این که بگم انگشت شستم رو نمیبینم پس وجود نداره.
مشکل اینجا بود که وقتی هوشیارم درد با من بود و همچنان به من چسبیده بود. هرگز از بین نمی رفت. مهم نبود چقدر سعی می کردم پنهون یا انکارش کنم. می دونستم که نمی تونم تا همیشه مست بمونم. اما روزهایی بود که هوشیار بودن خیلی دردناک بود. می دونین درد بخشی از زندگی توی این دنیای سقوط کرده است. مسیحی ها بر این باورن که انسان ها وقتی تصمیم گرفتن از خدا دور بشن و به شیوه خودشون زندگی کنن، درد آغاز شد. ما هنوز همون کارها رو انجام میدیم و درد وجود داره. لازم نیست به شما در مورد درد توضیح بدم. هر انسانی به نوعی درد رو تجربه کرده و احساسش کرده. میتونه درد جسمی باشه، میتونه درد عاطفی باشه، میتونه درد ذهنی باشه و حتی درد روحی باشه. ما خوب میدونیم که درد آزاردهنده است و ما سعی میکنیم هر طور شده از شرش خلاص بشیم. پس یاد گرفتیم که انگشت شست نشونه درد هستش. حالا بیاین به سراغ انگشت اشاره بریم. برای کنار اومدن با درد به چیزی اشاره میکنیم یا دنبال چیزی میگردیم تا ما رو از درد نجات بده. از درد فاصله میگیریم و به چیزی میرسیم تا اون رو بپوشونه. راهی برای نادیده گرفتن اون یا انکارش یا دور کردن توجه ما از اون. درسته، ممکنه به سمت مواد مخدر و الکل بریم. برای بعضی دیگه میتونه غذا باشه، پرخوری باشه، برای بعضی دیگه میتونه سکس باشه یا هر چیز دیگه ای. ممکنه موفقیت و حتی موقعیت شغلی باشه. این هم میتونه یک اعتیاد باشه. ممکنه برای داشتن بدن قوی ورزش مداوم باشه. بعضی دیگه میتونن معتاد به کنترل دنیای اطرافشون باشن. بعضی دیگه با راضی کردن دیگران دردهاشون رو میپوشونن. اگه همه این موارد در حد نرمال باشه خیلی هم خوبه. ما برای زندگی سالم به غذا، ورزش، کار و روابط نیاز داریم. بعضی از داروها وقتی زیر نظر پزشک مصرف بشه میتونه نجات دهنده باشه. حتی توی کتاب مقدس میخونیم که پولس رسول به تیموتائوس میگه برای مشکلات جسمانی کمی شراب بنوش. ولی وقتی بخوایم از اینا بیش از حد نرمال و طبیعی برای رهایی از دردمون استفاده بکنیم و از اونا سوء استفاده بکنیم، اون وقته که گرفتار اعتیاد شدیم. اون وقته که اینا به جای اینکه در خدمت ما باشن، ما در خدمت اونها هستیم و اونا اون وقته که شروع میکنن که بر علیه ما کار میکنن و زندگی ما رو تحت سلطه خودشون میگیرن. پس حالا فهمیدیم که انگشت شست نشون دهنده دردیه که سعی میکنیم پنهونش کنیم و از انگشت اشاره برای دور کردن توجه خودمون از درد استفاده میکنیم. خب حالا به سراغ انگشت وسط میریم. دینا برامون نوشته بهش میگن تسکین موقتی. به کلمه موقت توجه کنید، پایداری نداره، یعنی موقته. ما فکر میکنیم چیزی که ازش سوء استفاده میکنیم راه حل درمون درده، اما این تمام حقیقت نیست. همینطوره دوستان. دینا میگه تصور کنید پدرم چیزای وحشتناکی در مورد من میگفت. احساس میکردم که صدمه دیدم و از دو طریق میتونستم که با درد و رنجم کنار بیام. میتونستم در موردش دعا کنم و بعدش صادقانه با پدرم صحبت کنم تا با هم به توافق برسیم و من واقعا اونو ببخشم و میتونستم تصمیم بگیرم به دردم فکر نکنم و اونو پنهان کنم. من میتونستم در مورد اون صحبت نکنم و در نتیجه اونو نبخشم و تمام مدت دنبال چیزی بگردم که حالم رو بهتر بکنه و اینطوری مجبور نباشم با چیزی که باعث درد و رنجم شده کنار بیام. اینا ممکنه یکی از مواردی باشه که قبلا گفتم، مثل الکل یا مواد مخدر. دینا ادامه میده در زندگی خود من همینطور بوده. برای مدتی الکل و مواد مخدر راه حل بهتری برام بود. شاید برای مدتی از دردی که پدرم برام ایجاد کرده بود فارغ میشدم. و چون من هیچ وقت با او در این مورد صحبت نکرده بودم،
اون درد هرگز از بین نمی رفت و روز به روز بیشترم می شد. بنابراین به الکل و مواد مخدر بیشتری نیاز داشتم. این کاری بود که من می کردم و چرخه اعتیاد همینطور ادامه داشت. نمی دونم دوست عزیز، شما هم تجربه‌ای مشابه دینا داشتین یا دارین یا نه. چرخه‌ای که با نوعی درد شروع میشه، بعد شما به جای اینکه اون درد رو از بین ببرین، به دنبال یه چیز دیگه ای میرین تا اون از بین ببرین. برای تسکین موقتی دردتون به سراغ چیزهای دیگه ای میرین، مثل الکل، مثل روابط نامشروع و یا هر چیز دیگه ای، و بعد یه تسکین موقتی رو احساس میکنین. اما مدت زیادی طول نمیکشه که شما برای پوشوندن دردتون باز هم به چیزهای بیشتری از اون نیاز دارین و اون وقته که شما توی دام اون اعتیاد افتادین. بله دوستان، پس این شد تسکین موقتی. حالا بیاییم به چرخه بعدی بریم که انگشت حلقه هستش. این مرحله رو دینا اسمشو گذاشته نتایج بد معتاد شدن. از اونجایی که مواد و الکل روی عملکرد مغز تأثیر میذاره، چه کسی میدونه چه تأثیری میتونه روی فرد داشته باشه؟ اگر در اون شرایطی که فرد داره دعوایی رخ بده و کسی آسیب ببینه چی میشه؟ اگر در شرایط مستی به جایی برن که امن نباشه چی؟ چقدر به اطرافیان خودشون با رفتار و کلاماتشون آسیب میرسونن؟ پولی که باید پس انداز بشه یا صرف غذا و پوشاک یا مسکن بشه، همه اونا رو به باد میدن. بیاین در مورد اعتیاد به الکل بیشتر صحبت کنیم. وقتی فرد الکل میخوره، الکل بلافاصله وارد جریان خونش میشه و روی جسم و بدن تأثیر میذاره از طریقای مختلف. نمیدونم آیا این تأثیرات رو میدونی چی هست یا نه. خب بعضی از اونا به راحتی قابل مشاهده هستن. به عنوان مثال استفاده زیاد از الکل باعث مسمومیت میشه. فشار خون بالا میره و ممکنه شخص سکته کنه. قلب و کبد به شدت آسیب میبینن. مغز آسیب‌های جبران ناپذیری میتونه ببینه و همه چیز رو میتونه فراموش بکنه و همیشه حالت گیجی داشته باشه. اعصاب تحت تأثیر قرار میگیره و احساسات مختل میشه. عملکرد جنسی به خوبی پیش نمیره. مشکلات گوارشی برای شخص ایجاد میشه که باعث ضعف و بیماری میشه. امکان ابتلای اون فرد به سرطان دهان و گلو بالا میره. موارد زیادی هم از فوت در اثر مصرف بیش از حد الکل وجود داره. اما خب میدونیم که ترک اون هم کار آسونی نیست. چون در اثر مصرف مداوم الکل، مغز شما آموزش دیده که به اون نیاز داره و جسم شما هم برای عملکرد بیشتر به اون تکیه میکنه. اعتیاد به این معنیه. شما باید چیزی رو که بهش تمایل دارین داشته باشین. در غیر این صورت احساس میکنین که نمیتونین دیگه به زندگی ادامه بدین. خب دوستان، بالاخره به انگشت کوچک میرسیم، آخرین مرحله چرخه اعتیاد که احساس گناه و شرمندگی هست، که یکی از نتایج بد فردی هستش که معتاد هستش. دینا میگفت وقتی مشروب میخوردم نگاه کردم به خودم سخت بود. اعتماد به نفسم رو از دست داده بودم و زندگی نومیدانه ای داشتم. این احساس گناه و شرم درد عاطفی بیشتری رو به درد شخص اضافه میکنه که در وهله اول چرخه رو آغاز کرده. دینا میگفت من انگار به انگشت شستم دوباره برگشته بودم، یعنی به اول. هر بار درد بزرگتر و بزرگتر میشد و هر بار برای رهایی از درد به دنبال چیز بیشتری میرفتم و انگار که توی این چرخه اسیر شده بودم. خب دوستان، برای اینکه بدونیم دینا چطور این چرخه معیوب رو شکست، اجازه بدید یه سرود با هم گوش کنیم و دوباره خدمت شما خواهیم بود. Thank you.
قلب من در گرو مهر مسیحاست، از که ترسم حامی و غم خورم اوست. دل آلوده من پاک ز گناه شد، روح افسرده ام شد و آرام شد. کیست مانند خداوند عیسی؟ پر ز رحمت و مهر و صفا، غیر از او نیست کسی دارو درمانم. دائم او را در فساد و تباهی آواره بودم، شادی رخت بربسته بود از وجودم. آنگاه عیسی بر من مسکین نظر کرد، ناپدید شد از وجودم غم و درد. کیست مانند خداوند عیسی؟ پر ز رحمت و مهر و صفا، دارو درمانم. دائم او را سرایم، اعتمادم بر او افزون شود هر آن، وعده هایش دهد قوت و ایمان. اکنون جان و وجودم مسکن عیسی‌ست، قلبم پر از مهر فرزند خدا. کیست مانند خداوند عیسی؟ پر ز رحمت و مهر و صفا، غیر از او نیست کسی دارو درمانم. دائم او را ستایم. خب دوستان عزیز، با ادامه برنامه زنان امید در خدمت شما هستیم. در بخش اول برنامه داشتیم در مورد اعتیاد به الکل و راهکارهایی برای رهایی از اون صحبت می‌کردیم.
شنیدیم که دینا چطور الکل و مواد مخدر استفاده می کرد تا درد خودش رو پنهون بکنه و حالا می شنویم که چطور از این چرخه آزاد شد. دینا میگه صادقانه بگم به جز کمک خدا هیچ وقت قادر به این کار نبودم. این جاییه که باید شروع بکنین. شما هم اگر توی این شرایط هستین باید از این نقطه شروع بکنین. بپذیرین که مشکلی دارین که نمیتونین خودتون به تنهایی حلش بکنین. نمیتونین شکستش بدین. یه جنبش جهانی برای افراد الکلی وجود داره که الکلی‌های گمنام یا NA بهش میگن که توی ایران هم خوشبختانه فعالیت داره. توی این جنبش 12 مرحله یا 12 قدم برای ترک اعتیاد وجود داره که تمام روانشناسا و مشاورا در مورد مرحله اول توافق دارن. شما باید بپذیرین که مشکلی دارین و نمیتونین اونو برطرف کنین. این برای شکست چرخه اعتیاد کاملا ضروری هست. دینا در ادامه میگه که باید اعتراف کنم زندگی رو اونطور که میخواستم میگذروندم، نه اونطور که خدا میخواست. من نمیتونستم تغییر کنم حتی وقتی که خیلی سعی کردم، و این چیزیه که در کتاب مقدس هم اومده. پولس با هدایت خداوند نوشت: میدانم که در من، یعنی در نفس من، هیچ چیز نیکویی ساکن نیست، زیرا هر چند میل به انجام آنچه نیکوست در من است، اما نمیتوانم آن را به انجام برسانم. عزیزان، فقط خدا میتونه روند درمان را شروع کنه. پولس در جای دیگه نوشت: زیرا خداست که با عمل نیرومند خود هم تصمیم و هم قدرت انجام آنچه را که خوشنودش میسازد در شما پدید می آورد. آمین. دوستان، وقتی به این باور رسیدیم و از خدا خواستیم که وارد زندگی ما بشه، صاحب اون بشه، اون وقته که با کمک اون، با قوت اون و با کمک اشخاصی که خدا سر راه ما قرار میده، میتونیم صادقانه و مستقیم با دردمون کنار بیاییم. گاهی رنج به ما این درس رو میده که توی مشکلاتمون به درگاه خدا فریاد بزنیم، به سمت اون بریم و از جای درستی کمک بخوایم. خدا وعده داده که صدای فریادهای ما رو میشنوه، اون اشکهای ما رو میبینه و اونه که میتونه کاری رو برای ما انجام بده که خودمون از انجامش عاجزیم. خدای ما خدایی پر از محبته. اونه که مراقب ما هست و میدونه که چه دردی توی سینت داری، و تنها اونه که قادره که تو رو نجات بده. در مورد دردهات با خدا صحبت کن و اجازه بده که اون به تو کمک بکنه. عزیزان، دینا زندگی خودش رو برامون تعریف کرد و ما چیزهای زیادی از اون یاد گرفتیم. درسته نوشین؟ بله. دوست من، دلت میخواد در مورد زندگیت با ما صحبت کنی؟ اگه دوست داشتی میتونی با ما در تماس باشی از طریق آدرس هایی که در ابتدا و انتهای برنامه با شما در میون گذاشته میشه. بله دوستان، منتظر نامه های شما و پیغام های زیبای شما هستیم. یادتون باشه که کارهای خداوند رو اعلام کنین تا نام اون جلال پیدا کنه. آمین. دوستان عزیز، تا هفته آینده خداوند یار و یاور شما باشه. خدا نگهدار. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98، تکرار می کنم 2031-638-98-98-98، و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه زنان امید را در صفحه اینستاگرام زنان.امید و همینطور صفحه فیسبوک و کانال تلگرام زنان امید
دنبال نمایید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید.